با درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز خیلی خوشحالیم که خداوند این فیض رو بخشید تا بتونیم یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم در استودیو هستیم با مهمان عزیزمون کشیش سارای عزیز همونجور که معرف حضورتون هستن کشیش سارای عزیز متخصص و کارشناس خانواده هستن و امروز بخش سوم از دروس هست که تحت عنوان تقویت خانواده هستش و عنوان درس امروز اینه که چگونه میتونیم به هم دیگه نزدیک بشیم وقتی که از هم دوریم بله ناهید شما فکر میکنید اختلافات زن که معمولا روزمره بگیم هست بیشتر سر چه چیزایی هست خیلی وقتا سر یه چیزای پیش پا افتاده خیلی خنده دار خیلی خنده دار بله اکثرا این حالا غیر از مواردی که خیلی حاد موضوع ولی اکثرا همینه دیگه مثلا درو قفل نکرده یا چراغ چرا روشن گذاشتی و همینا اتفاقا هر پیش پا افتاده ولی بعد از سالیان زیاد یواش یواش تلمبار میشه و همینا زوجین رو از همدیگه جدا میکنه دلست. بیش از حد نق زدن سر موضوعاتی که پیش پا افتاده است و اگه ما ندونیم چجوری با اینا کنار بیاییم و همون موقع جلو اینا رو نگیریم به مرور اینا باعث جدایی و دور شدن, دور شدن از همدیگه میشه اینا ام در مرقس باب 3 آیه 25 جالبه که عیسی مسیح اینها رو پیش بینی میکرد و میدونست که چقدر خانواده مهمه که بتونیم در حفظ یعنی حتما باید در حفظش ما بکوشیم لطف کنید آیه رو بخونید بله خانه‌ای که بر خود تجزیه شود ممکن نیست پا ماند پس باید جلوی این تجزیه رو گرفت خانه خانواده ای که ضد همدیگه دائم دارن عمل میکنن باید یک کاری کرد که این اختلافات خیلی اوج نگیره و خدای نکرده آخر سری دیگه به جایی نرسه که هیچ کاری نشه راجبش کرد پس ببینیم که ریشه اختلافات ما چی هست حالا چه در ازدواج چه در محیط دوستان فامیل و همه اینا کلا انسان چرا با کسی دیگه اختلاف پیدا میکنه و مشکلات بروز میکنه کنه کتاب مقدس خیلی جالب هست در یعقوب یعقوب اینو میگه که دلیل اصلیش چی هست یعقوب باب چارایه یک از کجا در میان شما جنگ و جدال پدید می آید؟ آیا نه از امیالتان که در اعضای شما به ستیزه مشغولند؟ از این آیه چی میفهمیم؟ از کجا در میان شما اختلاف جنگ و جدال منظور همین نزا و اینجور چیزاست لفظی دعوا و اینها میگه از امیالتون که در اعضای شما یعنی به زبان کوتاه به سخن دیگر میشه گفت که به خاطر خودخواهیه هر شخصی اول به فکر خودش این خیلی طبیعیه من دائم این مثال رو میزنم میگم من وقتی که صبح بلند میشم یا شب میخوام بخوابم وقتی میخوام مسواک کنم نمیرم اول بگم مثلا به خانمم بگم بذار دندوناتو مزفک کنم بعد من مولا مالو... هر به فکر خودشه و همین باعث میشه که اگه ما فقط به فکر خودمون باشیم به خصوص در ازدواج خب این ازدواج صورت نمیگیره ازدواج برای اینه که بعد از این دیگه من نیستم ما هستیم خواهی نخواهی یکی دیگه هم در زندگی ما هست پس من میخوام اون چه دلم میخواد انجام بشه و همسر منم همینطور بنابراین اختلاف بروز میکنه و کلن در, اینجور، کلن در ازدواجات در تا اون جایی که من دیدم و بعد از مشورت هایی که دادم به زوجن و اینها یا مسئله سر پول یا سر روابط جنسی هست یا سر فامیل همدیگه است پدر تو مادر من اینها یا سر فرزندان هست تربیت فرزندان هست دلست. یا وقت که تو وقت نمیدی به ما همش وقتت بیرونه معمولا اینها هست و اگه رو اینها آدم بتونه تمرکز بکنه و راه چاره ای بیاندیشه فکر کنم جلو خیلی از اختلافات رو میشه گرفت ما کلا در حین رشد از بچگی تا بلوغ پنج طریق یاد میگیریم که با کسی دیگه در رابطه باشیم از رابطه اول ما با مادر و پدر و اینها و همینطور برادران و اینها خواهران بزرگ که میشیم اینها رو یاد میگیریم یکی اینه که من میگم که همش راه من به اصطلاح my way or no way به انگلیسی میگن یعنی من یاد گرفتم تو روابط که همیشه من باید برنده باشم حالا سر هر موضوعی هم که اختلاف هست حق با من یا نیست موضوع نیست موضوع نیست موضوعی که من آخر باید برنده بیام بیرون پس همه کار میکنم که من برنده بشم یه جورایی همون حرف حرف من میشه آره هر حرف منه دو آره راه من حرف من اه آه و این تو ازدواج کار نمیکنه حالا ممکنه جاهای دیگه باشه که فرزند در این مسابقه شرکت کرده تو میخوای برنده بشی ولی ازدواج مسابقه نیست دقیقا. چون اگه یه نفر برنده شد در واقع جفتشون بازندن نه بله نمیشه تو ازدواجه که برنده بشه که بازنده چون کار نمیکنه این باید. یک رابطه است که با جفتشون برنده بشن بعضی هم یاد گرفتن که میگن هیچ راهی نیست یعنی سکوت میکنن تو خانواده یاد گرفتن که وقتی اختلافه دیدن که مادرشون سکوت سکوت کرده پس منم باید سکوت کنم سکوت میکنم که درگیری بیشتر نشه آه. چون میترسم از درگیری من دیدم تو خانواده پدری وقتی درگیری هست چه فاجه به بار اومده دوست. پس من دیگه عادت کردم که تا اختلاف سکوت کنم یکی هم اینه که راه توه راه تو یعنی اینکه من باز مثل دومیه یعنی من به هر شکلی شده میخوام صلح حفظ بشه به هر بهایی بنابراین هر چی تو میگی میگی بله شما راست میگی اه. در حالی که البته من از سعیم قلب قبول نداره درونش یه چیز, در چیز دیگه, است. دیگه است. هم به مطلق میگن بله شما هر چی میگید راست نه نه, نه 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 حق با شماست گاهی اوقات همین خیلی میگن که حق با تو به خاطر اینکه صلح حفظ بشه و راه به همین همینجوری این ادامه پیدا کنه این صلح بعد بعضی هم نیمه راهه نیمه راه که وقتی میگم منظور اینه که پنجا پنجاست نصف آه. مال من یعنی سر هر چیز میگن خب پنجا درصد مال من پنجا درصد مال تو یه موقعی شاید کار کنه ولی همیشه نیست یکم نهایتا بهترین راه راه ما هست یعنی ما چی کار بکنیم که جفتمون تو این راه حرکت کنیم دلست. با هم سر هدف های مشترک کار کنیم و بعضی ها متاسفانه این حال و حوصله رو ندارن یا یعنی اینکه یاد نگرفتن که چجوری اختلاف رو حل کنن وقتی اختلاف میاد پیش میاد فاجعه هست بعضی وقتی اختلاف میاد میبینم واا چه وسیله خوبی که ما به همدیگه نزدیک بشیم با یه دیدگاه دیگه بهش نگاه میکنن شما جور دیگه هم میشناسید غیر از این پنج دارایی که گفتم که معمولا با همدیگه رفتار میکنن یا کلا همیشه میشه میشه اینا رو خلاصه کرد تو این پنج تا برای من راستش خیلی واضح بود توی این پنج تا خیلی شنیدم آره، یعنی اوکی بسیار خوب این معنا رو آره آشنا بود با شما آره، اوکی پس آره بپردازیم به این که حالا چگونه به هم نزدیک بشیم وقتی از هم دور شده آه. به هر دلیلی که از هم دیگه دور شد شدیم حالا راه من همیشه میگم راه سازندش رو حالا ببینیم که چی از راه مثبتش خب به نظر شما چه کار باید کرد؟ که چجوری به هم نزدیک بشیم؟ وقتی آره. اختلافی هست قهر شده یا برحال با هم دیگه رابطه خوب نیست چجوری یک کاری بکنیم امه. که باز به هم دیگه نزدیک بشیم امه. از داره آتفی؟ من فکر میکنم خب صحبت کردن خیلی میتونه کمک کنه اینکه خب اون چیزی که باعث شده این بله. فاصله ایجاد بشه راجع به اون صحبت کنیم اوکی. مطرح بشه بله. که باز بشه بدونیم که کجا کجا کار من اشتباه بود کجا اه هم. کار همسرم اشتباه اه هم. بوده و دیگه راستش چیز دیگه اگه، اگه <laughs> الان صحبت یادم میاد حل بشه دیگه به نیست <laughs> بله درسته باز من شاید بعضی چیزهایی که من میگم خیلی بدیهیه ولی من فکر کنم تکرارش لازمه به خاطر اینکه ما فراموش و گاهی اوقات اصول کار رو اونقدر دیگه بدیهی میدونیم که دیگه یواش یواش گم میشه درست. واقعا واقعا اولین قدم اینه که به یه شکلی از خداوند کمک بگیریم یعنی دعا هست صحب. یعنی من قبل از اینکه حتی با همسرم بتونم صحبت کنم باید من دعا کنم چه برای خودم که اون آرامش رو به من بده که من بدونم چه جوری اینو مطرح کنم درسته و یکی این که حتی برای همسرم دعا کنم اه. که خداوند تو هم به او فیض رو بده که بتونه با, هم با من کنار بیاد و با هم بتونیم صحبت بکنیم پس قبل از هر چیز باید خدا رو وارد صحنه کرد و از خدا کمک خواست کما اینکه خود یعقوب هم میگه اینو اگه آیه رو بخونید بله. چهار دو. جنگ و جدال برپا می کنید اما به دست نمی آورید. از آن رو که درخواست نمی کنید بله کاملا میگه نه بله. میگه در ادامه همون آیهی که ما خوندیم جلیبا. که از کجا بیانش شما جنگه بعد میگه خب درخواست نمی کنید. از خدا نمیخواید. نه دلیلش رو یه میگه چون که آره پس دعا واقعا لازمه و دعایی که دعای معناداری باشه دعایی که بدون واقعا در حضور خدا هستی و کلماتی که میگی فقط کلمات کلیشه ای نیست درسته. واقعا تمام قلب می 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 تو میریزی احساس به خداوند میگی میتونیم بگیم خدایا تو وضع منو میدونی این همین مسائلی پیش اومده و خواهش میکنم کمک بکن به من آرامشو بده و همینطور به همسرم که بتونیم راجبش صحبت بله. کنیم ده. بعد حالا که صحبت خدا شد در اینجا یک مسئله هم که میان زن و شوهر خیلی باعث اختلاف میشه دفعه پیش هم گفتیم تو برنامه قبلی که انتظارات بیجا هست و اینکه توقع این که من اگه ازدواج کردم همسرم دیگه جای خداست تمام نیازهای من رو باید برطرف بکنه بله. در حالی که همچی چیزی نیست شبا. همه ماها انسانهایی هستیم پر از نیازها اگه دو تا نیازمند جور انتظار دارن که نیازاشون اون طرف برآورده بکنه همچی چیزی با نمیشه پس من وقتی دعا میکنم مقدار زیادی از نیازهای روحی و روحانی من خداوند برطرف میکنه دارست. واقعا حل میشه اینه که کمتر دیگه من همش چهار چنگولی میچسبم این که از همسرم بگیرم تمام نیازها رو پس اینم باید در نظر داشته باشیم حتما بله. بعد پس اول با خدا شروع میکنیم دعا میکنم خدا به من کمک کنه به همسرم دوم این که سهم خودم هم در این کشمکش باید من اعتراف بکنم که شما موافقید که به هر حال هر درگیری و خشونت و هر نزایی که پیش میاد به هر حال طرفین چند درصد مقصرن نه بله درصد. حالا ممکنه این مثلا پنج درصد و نوید و پنج درصد باشه ولی به هر این حال بالا من... داره آره بالا پایین <تصفح> داره ولی من باید بپذیرم که منم شاید چیزی هست من نمی بینم شاید یه نقطه کوریه که من نمی بینم از کجا این همه اطمینان دارم که من راست میگم درسته. و همین که احتمال و اینو میدم که من ممکنه در اشتباه باشم خیلی کمک میکنه ام. به روند مذاکره و اینها خیلی درسته. خیلی, کمک میکنه پس این حالت خوبه عیسی مسیح چقدر در مورد این که ما فه... فکر میکنیم حق با منه و طرف در اشتباه است. چقدر قشنگ در مطبا به هفت این حرف رو زده بله چرا پرکاهی را در چشم برادرت میبینی اما از چوبی که در چشم خود داری قافلی نخست چوب را از چشم خود آر آنگاه بهتر خواهی دید بله خیلی جالبه و چقدر حالت مزاح در اینجا هستن ای چوب مجسم بکنی چوبی رفته تو چشم به اون بزرگی <تصفح> <دا> اون بزرگی, <تصفح> بزرگی> <پرکا. تصفح> اون رو بذار در بیارم و پس همینه که من متوجه خطای خودم بشم خودشناسی بکنم در واقع من یه چیزی که فهمیدم ناهید اینه که ما تا وارد یک رابطه خیلی تنگاتنگ و صمیمی با کسی نشدیم مثل پیوند ازدواج خودمون رو نمیشناسیم درسته چون تا اون موقع فکر به همه چی درسته وقتی که با یکی دیگه رابطه ایجاد میکنم دقیقا. نه اینطور نیست تازه ضعفای خودمون رو من آره. میکنم بهتر آره. پیدا میکنیم کشفشون میکنیم اینن. بعد میبینی آه من چقدر عصبانی تا حالا نمیدونستم عصبانی به خاطر اینکه رابطه خیلی نزدیکه بنابراین تو این رابطه هست که ممکنه تمام اون چیزهای منفی منم رو بیاد دقیقا. پس باید بهش توجه بکنم پس واقعا آه، آه، کسانی که به این برنامه توجه میکنند تماشاگران عزیز اگه شما متعهل هستید و اختلافات این چنینی میبینید که هست این امکان رو به خودتون بدید که من هرچند عالمم همه چی میدونم در تحصیل کردم دکترا دارم فلان اینا ولی باز نقطه کوری من دارم شاید چیزی هست که من متوجه نمیشم و همسرم متوجه میشه و زود فکر نکنید که ما با همدیگه سازگار نیستیم پس از این ازدواج بیایم بیرون نه خیلی باید کار کرد و هیچ انسانی مثل اون یکی نیست ازدواج من بیشتر میگم اون همه که با فکر میکنیم آیا با شخص مناسب ازدواج کردیم یا نه بیشتر فکر کنیم که من چیکار کار میتونم بکنم که این ازدواج رو مناسب ترش بکنم دقیقا منم یک مسئولیت به عهده دارم پس مواظب خودخواهی خودمون باشیم و یکی هم این که سهم خودمون رو تشخیص بدیم که در این ازدواج چی هست خب شما اشاره کردید نایید که وقتی اختلاف هست بشینیم با هم گفتگو کنیم درسته آیا راحت گفتگو کردن چه مشکلاتی داره گفتگو آیا وقتی که اختلافی هست من مثلا به همسرم بگم بیا بشینیم روش صحبت کنیم آمیمونم میاد میشینه یا چه خیلی مشکلاتی وقتا، هست؟ خیلی وقتا راحت نیست بعضی وقتا ممکنه اینقدر از طرف ناراحت شده باشیم که حتی آها. انگار اصلا نمیتونیم بریم جلو بره, بره. که بگیم بیا بشینیم با همدیگه راجع به این مشکلی که پیش اومده صحبت کنیم بره بره اما فکر میکنم باید روش کار کرد دیگه چون آره. اگر صحبت نشه پس چجوری میخواد حل بشه بله اینن درسته پس همین دکتر خیلی خیلی مهمه یعنی حتما باید صحبت بشه منتها حالا ببینیم چه کار بکنیم که این صحبت صورت بگیره, صورت بگیره. چه مشکلاتی سر راه هست که این صحبت احیانا صورت نگیره همینم من فکر کنم شاید بیشتر آقایون شاید آماده نیستن برای صحبت اونم دلایل خاص خودش داره شاید به خاطر جنسیت مرد و زن بودن نه که زنها بیشتر دوست دارن که مطرح بشن صحبت کنن آقایون یک بله. یه کمی از نظر این خودشون عقب میکشن من دیدم بعضی آقایونه که فکر برن اگه راجع به این موضوع صحبت نکنن یواش یواش دیگه حل میشه موضوع اه. ممکنه زن هی مدارا میکنه گاهی اوقات یک سال دو سال سه سال ولی بالاخره جون به لبش میرسه و میگه دیگه یه میگه من میخوام طلاق بگیرم و شوهر تعجب از 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 میکنه چی شد ما که با هم دیگه خیلی خوب بودیم نه تو خوب بودی اون که خوب نبوده آره، ده سال پیش آره، این دائم اینا اذیتش کرده حالا به اینجا رسیده اینه که باید صحبتو کرد با هم دیگه و ولی جالبه عیسی مسیح خیلی قشنگ باز تو متا یه صحبتی میکنه که چقدر مهم رفته صحبت کردن و آشتی کردن اگه لطف کنید بخونید آیه رو با باب 5 آیه 23 و 24 پس اگر هنگام تقدیم هدیت بر مزبه به یادآوری که برادرت از تو شکایتی دارد هدیت را بر, مذبح را بر واگذار و نخوص برو و با برادر خود آشتی کن هم. و سپس بیا و هدیت را تقدیم نم. هم. حالا اگه این آیه رو بخوایم رب بدیم به رابطه زن و چجوری میشه اینو فهمید آیه رو اه... اه... نمیدونم فکر میکنم مثلا اگر که بخوایم بریم صحبت کنیم اما اه... یه جورایی اون کدورت تنوز تو دلمون مونده خب فکر میکنم یعنی منظورش این، اینجوری میتونیم ربطش بدیم اوکی. یه جوری تو دلمون مونده حالا تازه میخوایم بریم مثلا اها. باش در میون بذاریم یه جوری اول باید با خودمون اونو حل کنیم اها. بعد بریم جلو اوکی. یه کم اینجا صحبت وقتی میگه هدیت رو بر مذبح تقدیم بکن بگیم حالا این جنبه روحانی یعنی رفتن و خدا مثلا تو رفتن کلیسا با خدا بودن بله. پرستش کردن اونجا یهو یادت میاد که با زنت با شوهرت اختلاف داری میگه رو ول کن اصلا از کلیسا بیا بیرون برو اول آشتی تو بکن صحبت بکن میخواد بگه که چقدر واجبه یعنی میخواد بگه که اگه تو اون حالت قهر رو داری با همسرت اصلا چجوری میتونی خدا رو عبادت کنی دقیقا از اون مهمتره و میگه اول این کار رو باید کرد حالا ما چجوری پس منظور عیسی مسیح شاید بشه گفت که خیلی مهمه که هرچی زودتر صحبت بکنیم عقب نندازی حالا فردا هفته دیگه سال دیگه نمیدونم بله. فر چند سال دیگه نه خیلی واجبه خب اگه واجبه با این سوال رو بکنیم از نظر بسیار قدم های عملی که برمیداریم چیا هست فکر نمی کنید هر وقتی رو نمیشه صحبت کرد وقت خاص میخواد مناسب باشه وقت چرا اتفاقا یه زمانیه که آره. انقدر اون <applause> به قول معروف ها. آتیش زیاد آره، شده آره، دیگه توی اون عصبانیت خب صد درصد زمان مناسبی نیست که صحبت درسته. بشه فکر من خودم نن. مثلا مخصوصا من خودم شبا زود میخوابم اگه مثلا موقع خوابیدن یه بگه یه چیزی بگه که بخوام حل کنم اون دیگه خواب از سرم میپره اصلا رخت خواب جای بحث و گفتگو نیست اونو باید بذاریم برای خوابیدن و استراحت کردن پس وقتی طرف سر حاله باید وقت مناسبی باشه تازه مثلا شوهر از سر کار اومده حالا با هزار یه مشکل و زن هرچی داره میریزه خب مشخصه پس وقت مناسب باید محل مناسب باشه گاهی اوقات بگیم مثلا خود زن حالا با بچه ها مشغوله جیغ و داد و فلان و این حالا شوهر میگه دیروز که این حرف زدی من منظورم این بود معلومه که مناسب, نیست. مناسب نیست باید تو ماشین موقع رانندگی من خودم خیلی حساسم وقتی یه چیز میشنوم یهو میخوام گاز بدم برم اینه که مهمه پس باید شناخت که وقت مناسب که یه محل مناسب که یه حتما قبل از گفتیم حتما با روحی دعا باشه آرامش داشته باشیم با روحیه مثبت بریم باش صحبت کنیم پس وقت و محل و همینطور روحیه مثبت این سه تا چیز خیلی خیلی دلسته. مهمه که حتما داشته باشیم چهارمین نکته مهم اینه که واقعا ما مواظب باشیم که چی داریم میگیم یه آیه رو من مخصوصا الان شما میخواید اگه لطف کنید بخونید کولسیان باب سه آیه هشته اون آیه باید. دومی اما اکنون باید همه اینها را از خود دور کنید یعنی خشم، عصبانیت، بدخواهی، ناسزاگویی و سخنان زش را از دهان خود به یکدیگر دروغ مگویید یکی از متخصصین ازدواج شخص خیلی واردی هست این میگه که یه چیزی که بیشتر به طلاق اینا میانجامه همین گفتگوهای نیشدار و اصطلاح ل... مطلق انداختن درسته. و نمیدونم حرفای رکیک زدن و همدیگه رو تحقیر کردن که همش تو این آیه اومده همدیگه رو به خشم آوردن نیچ زدن تهدید کردن انتقاد توهین هر دفعه هر روز چندیم باز انرشوار اینا رو وقتی به همدیگه میگن حتی اگه در ملع عام نباشه به هم دیگه میگن یواش شواش کدورت به وجود خیلی زه خیلی مواظب دهانمون باشیم که چی میخوایم بگیم اگه حرفی هست میگه حقیقت رو بگید بله. همونو بگیم دیگه به در نگیم دیوار بشنوه اینجور چیزا خیلی آدم رو اذیت میکنه و بنابراین این هم از چیزهای مهمه و پنجم اینکه که خواسته, خواسته های زوجم رو در نظر بگیرم حتما خود کلام خدا میگه که هیچ به فقط به فکر خودش نباشه بلکه به فکر طرف ام. هم باشه در فیلیپیانه شاید بد نیست این آیه رو بله. بخونیم دو چهار هیچکس شما تنها به فکر خود نباشد بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بداند بله خب خیلی آیات هست مثل این که ما میخونیم ولی من میگم که همسران عزیز مثلا اونجا میگه که وقتی برادرت از تو شکایتی داره بگو زنم جاش رو بذار جا همسر خودتو به جای اون بذار که این آیات معنی پیدا کنه در قلم ازدواج و اینها درسته. پس میگه که هیچ که از شما تنها به فکر خودش نباشه بلکه با فروتنی همسرش رو هم از خود بهتر بدونه درسته. وقتی اینطوری میکنی خیلی رب پیدا میکنه به کانون خانواده و ازدواج و اینها نکته شیشم نکته خیلی حساسیه میگه که چی میگه اونجا نکته شیشم میگه بر آشتی کردن پافشاری کنیم نه بر حل مسئله آها. پس یکی اینه که من اختلاف رو حل کنم خب ممکن اون اختلاف هیچ موقع حل نشه همسرم همیشه میگه مثلا پنجره باز باشه و میگم پنجره رو ببندیم یا هر چیزی به جای اینکه هی من اول سعی کنم اونو عقیدش رو عوض کنم بگم بپذیرم که این هست این موضوع بنابراین کاری که من میخوام بکنم اینه که آشتی به صلا صورت بگیره ممکنه هیچ موقع مسائل حل نشه ولی من بتونم روی آشتی کار بکنم یعنی بپذیرم همسرم همینطوره من حالا چجوری میتونم با این زن با این مرد زندگی بکنم اونم یک راه خیلی خوبیه که بیش از حد من سعی نکنم حتما بعضی مسائل هرگز حل نخواهد شد درسته. ولی میشه روحیه آشتی داشت خیلی عالی خدا رو شکر مسید. خدا برکتتون بده مرسی. مرسی ممنون بینندگان عزیز مرسی که با ما همراه بودین و از شما خواهش میکنم که با برنامه بعدی هم هفته آینده با ما همراه باشین تحت عنوان شعله عشق رومانتیک رو روشن نگه داریم فکر میکنم خیلی باید جالب باشه هر جا که هستین برکت خداوند با شما باشه خدا نگهدار